صدوی میانوار از سازگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بنای خوابگاه رقم 8 دانشگاه ملی تاجیکستان را مورد استفاده قرار داده با شرایط در آن فراهم گردیده شنا شدند. انشاءات در دوره ساختمان نوبت دوم بنای دانشگاه ملی تاجیکستان بنیاد گردیده از تخخانه 12 آشیانه و 207 حجره خواب برای دانشجویان عبارت بوده در مجموع برای 1238 نفر دانشجو پیشبینی گردیده است. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده برای هر یک انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می آورد. تطبیق سیاست دولتی جوانان از زمان استقلالیت دولتی تا به امروز یکی از هدفهای اساسی ترین دولت و حکومت به شمار می رود. این است که نسبت جوانان پیوسته توجه مخصوص ظاهر گردیده تمام امکانیت و شرایط های مساعد و به طلبات زمان جوابگو فراهم آورده شده است. ما دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان خوشبخت و سرفراز از آنیم که با ابتکار و دستگیری های بی واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای ما جوانان چنین یک خوابگاه نو و زمانوی و عبارت از تمام شرایط های مساعد مهیا کرده شده است. قابل ذکر است که در خوابگاه مذکور برای تقویت بخشیدن علم و دانش و کسب و هنر دانشجویان کورس‌های مخصوص زبان آموزی، کتابخانه الکترونی و کورس‌های مخصوص دوزندگی برای دانشجو دختران به استفاده داده شده است که این امکانیت می‌دهد که دانشجویان در برابر از بر نمودن برنامه‌های تعلیمی زبان‌های گوناگون را از خود کرده از هنرهای مردمی برخوردار باشند. جوابند به این غمخوری های دولت و حکومت صاحب استقلال امان ما جوانان را می باید که سیاست خیردمندانه و جوان پرورانه پیشوای معظم ملت را پیوسته دستگیری نموده سبقهای استقلالیت را همه طرف آموزیم. از روندهای سالم و ناسالم سیاست آگاه باشیم، تاریخ گذشته و حاضره خلق خود را همه روزه ورق زنیم، از وطن، ملت، زبان و فرهنگ خود افتخار نماییم. لایحه بنای خوشتر و زمانوی خوابگاه دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان از جانب جمعیت سهامی کشاده پژوهشگاه علمی و لایحه کشی و جستجویی سنی اسب تهیه گردیده در مساحت 8808 متر مربع قامت افراخته است. حجره های خوابگاه با تمام لوازمات ضروری تامین کرده شده در بنا برای دانشجویان شرایط مؤثر استقامت فراهم گردیده است. خوابگاه همزمان از آشخانه، حجره های ماموریت، نقطه طبی و دیگر اتاق های یاررسان عبارت می باشد. یادآور می شویم که کارهای ساختمانی در بنای خوابگاه رقم 8 دانشگاه ملی تاجیکستان 6 مارس سال 2015 با اشتراک بواسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان آغاز گردیده بود. در بنای نوی خوابگاه دانشگاه ملی تاجیکستان در اساس دستور و هدایت های بواسطه سرور دولت برای دانشجویان سینفخانه کامپیوتری، تالارهای درس تیار کنی، جای استراحت، خانه های لباس عوض کنی و نقطه خوراک تیار کنی تأسیس داده شده است. در مجموع هر یک آشخانه خوابگاه دارای تالار برای درس تیار کنی و آشخانه، حمام و دیگر اتاق های ضروری می باشد. در بنای نو همزمان در اساس لایحه لیفت نصب کرده شده در بین آشیانه های آن 3 عدد زینپایه های آهن و بتونی ضد سوختار ساخته شده است. طور اطلاع داده شد دانشگاه ملی تاجیکستان فعلا دارای 8 خوابگاه بوده در آنها برابر دیگر شرایط مساعد جهت کسب آموزی دانشجویان یک قطار تدبیرهای مهم عملی کرده شدند. در ساختار دانشگاه ملی تاجیکستان بناهای زمانوی بناهای بلند آشیانه مجهز با تمام شرایط ها با مقصد جایگیر نمودن دانشجویان همچون خوابگاه تأسیس داده شدند و امروز دانشگاه ملی تاجیکستان در ساختار خود با افتتاح بنای نوی زمانوی 8 خوابگاه دارد که در خوابگاه ها با مقصد تامین شرایط مساعد استقامت دانشجویان شرایط های مساعد مجهز گردانده شده است. در خوابگاه های دانشجویان در دانشگاه ملی تاجیکستان تمام شرایط ها با مقصد سرقل دادن دانش دانشجویان و با مقصد تامین تربیت و تعلیم زمانوی دانشجویان
مجهز گردانیده شده است. در ساختار هر یک خوابگاه دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان مرکزهای مهم و مانند مرکزهای زبان آموزی، مرکزهای کسب آموزی با مقصد تطبیق سالهای رشد دهها، سیاحی و هنرهای مردمی، مخصوصا مرکزهای کسب آموزی دانشجویان تجهیزانیده شده است که دانشجویان فارغ از درس می توانند با مقصد سیخل دادن دانش خود، با مقصد سیخل دادن هنرهای مردمی و تطبیق آن همین سمت مشغول باشند. اینچونی در ساختار هر یک خوابگاه های دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان شرایط های مساعد با مقصد سیخل دادن دانش آنها در مثال تشکیل کتابخانه های الکترونی، تشکیل کتابخانه های عنعنوی و اینچونی سیمخانه های کامپیوتری پیوست با شبکه اینترنت تجهیزانیده شده است که دانشجویان می توانند با مقصد دریافت سرچشمه های نادر در قسمت علم آموزی خود از این مرکز ها، از این کتابخانه های الکترونی و کتابخانه های عنعنوی ثمرانوگ استفاده برند و مخصوصا اینچونی در ساختار هر یک خوابگاه دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان تالارهای ورزشی مجهز گردانیده شده است که دانشجویان دانشگاه می توانند فارغ از درس با مقصد تطبیق طرز حیات سالم با ورزش مشغول شوند. بنای خوابگاه رقم 6 دانشگاه ملی تاجیکستان که در زمان صاحب استقلالی مملکت با دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهرک دانشجویان به استفاده داده شده است، دارای کتابخانه، سیمخانه کامپیوتری و سیخ دوزندگی می باشد. تأکید گردید که دانشجویان برابر آموزش علمهای معاصر با استفاده از شرایط فراهم گردیده همزمان می توانند کسبهای گوناگون را در خوابگاه های دانشگاه از خود نمایند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پورا با شرایط مساعد فراهم گردیده برای دانشجویان در خوابگاه نوی دانشگاه ملی تاجیکستان برای آغاز کارهای ساختمانی بنای خوابگاه قسمهای ب و و اساس گذاشتند. در اساسی لایحه بلاک های ب و و خوابگاه برای 2476 نفر دانشجو پیشبینی گردیده در مساحت 25616 متر مربع ساخته می شوند. سرور دولت محترم امام علی رحمان اسنای شناسایی با لایحه بناهای نوی خوابگاه های دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان توجه مسئولان را جهت اجرای با صفت کارهای ساختمانی و در مهلت معین گردیده به استفاده دادن انشاءات جلب نمودند. باید گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از امکانات موجوده برای بهتر نمودن وضع اجتماعی دانشجویان شهر و ناحیه های دوردست مملکت در شهر دوشنبه تمام تدبیرهای مهم را عملی می نمایند. در سالهای استقلال دولتی برابر بنیاد و تعمیر و نوسازی بناهای معاصر تعلیمی همزمان برای دانشجویان در پایتخت مملکت خوابگاه های زمانوی به استفاده داده شدند. دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از مؤسسه های تحصیلات عالی مملکت بوده. در سالهای استقلال دولتی برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی و بلندبرداشتن سطح کسبیت دانشجویان در آن در اساس هدایت‌های همیشگی پرزیدنت مملکت شرایط معاصر علم آموزی فراهم کرده شده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت با مسئولان جهت استفاده پوره از شرایط فراهم گردیده و براه ماندن کورس‌های زبان آموزی و کسب هنرهای معاصر برای دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه ملی تاجیکستان و دیگر مؤسسه های تحصیلات عالی مملکت دستور هدایت